سلام به برابکس یوتیوب پوریا صادقی خیلی خوشحالم از اینکه امروز اینجا میبینمتون شاید میذار غمناک بشه خاطر اینکه همین چیزی که توی تایتل خونید من شاید دیگه ویدیو یوتیوب نسازم و توی اینستاگرام دیگه اکتیو نباشم به خاطر اینکه خیلی فشاره کاری روم زیاد شده و حالا دلیلش رو بهتون میگم ولی قبل از اینکه بخوام دلایل این که چرا دیگه نمیخوام ویدیو بسازم بهتون بگم میخوام بهتون بگم که من میخواستم یه تایتل انتخاب کنم برای این ویدیو که شما حتما بیاین ببینید و هرچی فکر کردم دیدم هیچ چیزی محکمتر از این نمیتونه باشه که بهتون بگم دیگه نمیخوام کار بکنم به خاطر اینکه میدونم چقدر دوست دارین که با هم دیگه ویدیو داشته باشیم میدونم که چقدر دوست دارین این ویدیوهای آموزشی رو باز ادامه بدم و هیچ راه دیگه پیدا نکردم که یه کاری کنم همتون بیاین این ویدیو رو ببینید الان که همتون اینجایین میخوام یه چیزی توجه بکنید اینکه من عمرن جایی نمیرم به خاطر اینکه این همه تلاش کردیم این با هم با همدیگه یه کامیونیتی ساختیم که قوی باشه و ذهنا خوب کار بکنه حالا الان من خودم به عنوان کسی که اومدم در واقع موفقیت و اینا باهاتون صحبت میکنم اگه بیام برم دیگه وای به حال بقیه ولی میخواستم سال نو که داره به وجود میاد بهتون از سال نو رو تبریک بگم دوم بگم یه برنامه باحال واسهتون درست کردم که میخوام 5 تا نکته بهتون بگم که اگه این 5 تا نکته رعایت بکنید و برنامه ریزی بکنید 100 در صد تو امسال موفق میشین پس بی صبرانه برو بریم آقا اولین چیزی که باید انجام بدی واسه اینکه بتونی یک برنامه ریزی درست بکنی واسه سال جدیدت اینه که بری نگاه بکنی ببینی سال پیش چی کار کردی که تو رو توی زندگی موفق تر کرده و چه کارهایی کردی که تو رو عقب انداخته خیلی ساده است میتونی راحت بشینی بنویسی ببینی ده تا اتفاقی که برای تو افتاده کدومش تو رو به سمت خوب برده کدومش تو رو به سمت بد برده کدومش برای تو پول ساخته موفقیت ساخته شهرت ساخته آرامش ساخته لذت زندگی ساخته کدوم اینا بوده کدوم برای تو دردسر آورده سختی آورده ناراحتی آورده و سعی کنی اون کارهایی که برات ناراحتی آورده سختی آورده دیگه انجام ندی و اون کارهایی که تو رو برای موفقیت آماده کرده بیشتر انجام بدی پس اولین کاری که میکنی لطفا بشین یه دونه کاغذ بردار بنویس برای چه اتفاقایی تو سال پیش افتاده که تو رو از زندگی خسته کرده و ناراحتت کرده اینو من قول بده که این کارو میکنی بخاطر اینکه من خودم هر چند وقت یه بار این کارو میکنم و من خیلی کمک میکنه که بتونم برای آینده برنامه بهتری بریزم من این روان همه نوشتم برای تو من از اینجا نگاه میکنم دو آقا باید برنامه داشته باشی آدم بدون برنامه مثل این میمونه که چشت رو بستن یه باندی گذاشتن روی چشت میگن را برو بدون برنامه یعنی همین تو اگه برنامه نداشته باشی سرت میخوره به دیوار اگه چشید تو بسته باشن سرت میخوره به دیوار و تو نمیخوای همچین چیزی بعد اتفاق بیفته باشه؟ باید, باید بشینی برنامه بکنی حالا برنامه تو چجوری بنویسی چند تا نکته برای نوشتن یه برنامه بهت میگم که بتونی اون برنامه موفق باشه یک اینکه سعی کن اهداف تو اهداف بزرگ تو بیای خورد کنی به اهداف کوچیکتر یعنی اگه مثلا یه بار براتون مثال زدم هدف من رفتم به بالای کوه اورسته روز اول اول نمیتونم برم به کوه اورست برسم ولی میام اگه هدفمونه میام خورد میکنم میگم خب من اگه میام روزی 5 کیلومتر راه برم بعد روزی 1 کیلومتر شروع کنم، بعد برسه به روزی 5 کیلومتر خب میتونم تا مثلا نصف اینو برم جلو اگه حالا بیام هفته یه بار کلاس کوهنوردی برم شاید بتونم دوباره تاثیر بذاره که بتونم برم به اورست چند تا کاری که یه کوهنورد بعد انجام بده رو خورد میکنم اونا رو شروع میکنم انجام دادن و وقتی که به آمادگی رسیدم اورستم هم میزنم متوجه این واسه همین اولین چیزی که توی برنامه ریزی مهمینه که بیایم اهداف بزرگمون رو خورد بکنیم به اهداف کوچیک‌تر دومین چیز اینه که تو اهدافی که میریزی اینه که بتونی روشون کار انجام بدی بهش میگن اکشنبل باشه تو انگلیسی ببین یه سری چیزا دست توه توی زندگی یه سری چیزا هم دست تو نیست واسه همین تو نیا توی اهداف یه چیزایی بذار که توی دست تو نیست و نتونی کاری از دست برات بر بیاد واسه همین هر اهدافی که میذاری باید جوری باشه که تو خودت به عنوان یک شخص بتونی هر روز یک قدم براشون ورداری و آروم آروم اونا رو به واقعیت بپیوندونی واسه همین اهدافت یک باید کوچیک بشن دو باید اکشنبل باشن سه اینکه باید زمان بندی بکنی و اسکجوال درست بکنی اسکجوال میشه زمان بندی و تایملاین درست بکنی که آقا من حالا این هدف رو دارم اینو حالا میخوام زمان بهش بدم من اینو میخوام توی سه روز انجام بدم من اینو میخوام توی یک هفته انجام بدم درسته وقتی که میای زمان میدی به اهداف کوچیکترت 100 درصد انجامشون میدی اگر که زمان براشون نذاری به خاطر اینکه آخری نداره به خاطر اینکه تایملاینی نداری به خاطر اینکه ددلاینی نداری تو اونا رو انجام نمیدی واسه همین هی عقب میندازی هی هم که عقب میندازی یا مینی یه سال دیگه دوباره گذشت پس ازتون خواهش میکنم وقتی اهدافتون رو مینویسین لطفا زمان بندی براشون بنویسین و اینکه بگی آقا من تا این روز این رو انجام میدم و تو این سه روزه این کارا رو براش انجام میدم تا بخوام به این هدفم برسم چهارمین و مهمترین چیز برای هدف اینه که اینا رو بیای از مهمترین به کمتر مهمترین پشت سر هم بچینی ببین یه سری اهدافت هستن که به اون هدف نهایی خیلی بیشتر کمک میکنن یه سری ها هستن که به هدف نهایی شاید کمتر کمک بکنن و تو اینا رو باید خودت بشناسی و بفهمی و بیای اونایی که مهمترین هستن رو اول انجام بدی چرا به خاطر اینکه اونا احتمالا سختترن اونا مهمترن و اول سال که هستش انرژی بیشتری که داری به تو کمک میکنه که این بزرگا رو سنگ سنگا و صخرهای بزرگتر رو سریعتر رد بکنی و اگه وسط راهی آخر راه خسته تر شدی دیگه اهدافی که مونده کوچیکتر هستن و راحت تر میتونی رو انجام بدی چون خسته میشی کار راحت رو راحت تر میتونی انجام بدی واسه همین لطفا هم. واسه هدفت که دومین از پنج تا کاری که اینجا میخوام بگم بودش برات این چهار تا چیزی که گفتم حتما حتما انجام بده این رو هم چند بار ببین اگه نیاز داری که اینو کاملا متوجه بشی بخاطر من خودم اینطوری هم بعضی موقع یه سری ویدیوها رو که میبینم یه سری کتاب ها رو که میخونم مثلا من کتاب که میخونم هر کتاب یا سه بار یا چهار بار میخونم چون دفعه اول یه چیزایی ازش میفهمم دفعه دوم یه ذره بیشتر میفهمم دفعه سومه که یه تو ذهنم میگه آ تازه فهمیدم منظور این کتاب چیه دفعه چهارم دیگه حفظش میشم و میشه زمینه مغزم زمینه ذهنم و دیگه توی زندگی اتوماتیکلی اون کارا رو انجام میدم دیگه نیاز ندارم برم تو اون کتاب نگاه بکنم واسه بهت قول میدم اگه این چیزایی که من دارم تو این ویدیو میگم و چند بار ببینی بهت کمک میکنه که دیگه تو زندگی روزمره اتوماتیکلی اینو رو انجام بدی این ویدیو هم برای دوستاتون حتما بفرستین برای اعضای خانوادهتون هیچ سنی مهم نیست بخاطر هر کسی باید این کارو انجام بده و هر کسی تو هر مرحله ای از زندگیش یه سری اهدافی داره که میخواد بهش برسه من دارم تو داری پدرت داره مادرت داره خواهرت داره برادر همه اینو دارن و اگر میخوای یه کادوی خیلی خیلی خوب اول سال نو به کسی بدی چه بهتر که یه ویدئویی باشه که بتونن ازش استفاده بکنن و یاد بگیرن که بتونن به اهدافشون امسال برسن چرا به خاطر اینکه آخر امسال که به اهدافشون برسن برمیگردن ازت تشکر میکنن و میگن واقعا مرسی یادتون اون ویدئو رو برای ما فرستادی منم شاید نشناسن اصلا مهم نیست که منو بشناسن یا نه مهم اینه که چیزایی که اینجا گفته میشه رو رعایت سوم اینه که بیای ارگنایز بکنی خودتو یعنی چی یعنی نظم و ترتیب بدی به همه این اهدافی که گذاشتی نظم و ترتیب دادن خیلی مهمه و تو یه سری چیزهایی در دست اختیارت هست که میتونه به تو کمک بکنه که آقا این نظم و ترتیبه به هم نخوره مثلا کلندر یا میشه تقویم یه چیزیه که خیلی ساده و پیش پا،, پا افتاده است ولی مهمترین چیز برای اینه که تو بتونی اهدافتو درست پشت سر هم بچینی من خودم تو طول روز تو طول هفته همش توی موبایلم میتینگام و اینا رو توی کلندرم میذارم که یادم نره اگه نذارم یادم میره آدم دیگه یادش میره تو هم بعد اهداف نسبت به اون تایملاینی که بهت گفتم بیای حالا توی یه سری تقویما بنویسی که بدونی کل سالت قرار کجا باشی آقا قرار شد ماه مهر اینجا باشم ماه خورداد اینجا باشم ماه مرداد اینجا باشم میدونی هر اهدافت و نسبت به ماهای سال بنویس و یادت بمونه که به خودت قول داده, چ... قول داده بودی کجا باشی دوم یه سری اپلیکیشن هستن که به تو کمک میکنن که دوباره تو از اهدافت عقب نیفتی برات ریمایندر میذارن مثلا من خودم بعضی موقع یه سری قرارا یه سری هدفایی که دارم توی موبایلم میام میذارم و میگم اینو به من هر روز یادآوری کن انقدر میره رو مخم این زنگ موبایلم که زنگ میخوره تا آخر سن اون کارو انجام میدم مثلا رژیم غذایی چجوری میگیرم رژیم غذایی که الان امسال خودم که از هدف میره که رژیم غذایی رو محکمتر بگیرم چون چند تا سفر دارم من میام رژیم غذایی رو روز اولی که میگیرم از حالا مربی کسی که ازش رژیم غذایی رو میگیرم میام کلش رو وارد موبایلم تقویمم میکنم و برای همه غذاها تو طول روز آلارم میذارم و آلا رو من میام هفتگی میزنم چون قرار رژیم غذایم شبیه همه و اگه مثلا بگم هر روز قراره ساعت 8 صبح پاشم صبحونه بخورم میذارم هشت صبح هر روز به من آلارم بزنه این میشه یه ریمایندری که از یه اپلیکیشنی استفاده کردی بیاد به تو کمک بکنه که از اهدافت عقب نیفتی و انگار یه معلم و یه مربی خصوصی داری که هر روز داره به تو یادآوری میکنه خیلی مهمه که نظم و ترتیب بدیم به کارتون انسانی که نظم و ترتیب نداشته باشه نمیدونه کجای کاره نمیدونه چی داره چی نداره یک من خودم واقعا یکی از بزرگترین تجربیات و بزرگترین درسای زندگی که میتونم به کسی بدم نظمه من همیشه سعی میکنم تو کارم نذاشته و من خیلی کمک کرده چهارم اینه که آقا استمرار داشته باشی استمرار رمز موفقیته ببین اگر استمرار توی کاری داشته باشی صد درصد جواب میگیری یعنی اون میخوای هر چی باشه یه کاریو میگن یک هر کاریو 100 ساعت 200 ساعت اگه انجام بدی توی اون موفق میشی و حرفه ای میشی درسته پس تو اگه هدفت هر چیز مثلا من الان شما دیدین امسال یعنی سال ایرانی دیدین من اومدم ویدیو یوتیوب شروع کردم درست کردم هر سه شنبه و جمعه ویدیو دادم و اگه امروز چنل من از صفر رسیده هزار نفر واسه اون استمرار کاریه که دادم من شخصیتم یه چیزی بوده شما منو دیدین شناختین ولی اگه استمرار کاری نداشتم کار نمیکردین چنل یوتیوب من شما یادتون نمیموند که پوریا سهشنبه و جمعه ساعت هفت شب ویدیو میده خیلی یادتون یادتون میمونه درسته پس این استمرار کاری خیلی مهمه پس اون هدفات که نوشتی مهماشه که گذاشتی اول برنامه ریزیی که کردی حالا باید استمرار داشته باشی هی, هی انجام بدی هی انجام بدی هی انجام بدی اگه قرارش ساعت 6 صبح هفت صبح از خواب بیدار بشی به روزت شروع بکنی مطمئن شو که این کارو میکنی یه چیزی هم بت بگم برای هر آدمی موفقیت معنی متفاوتی داره و موفقیت بهش توی زمان متفاوتی میاد و تغییراتی که تو توی زندگیت میبینی هم تو زمان متفاوتی میاد برای کسی که ورزش بدنسازی میکنه شاید یک ماه اول جواب ببینه بدنش عوض بشه یکی از شیش ماه ورزش کنه جواب نبینه ولی بهت قول میدم لحظه ای که میفهمه که یهو بدنش عوض شده سرعت رشدش چندین برابر میشه یه چیز دیگه که در تو استمرار مهمه اینه که تو یه سری عادتهایی برای خودت بسازی که تو رو وارد اون استمرار میکنه عادت خیلی چیز مهمیه بچه ها به این مثلا من عادت کردم که بیام ویدیو بسازم من عادت کردم از این ستاپم من عادت کردم صبح پاشم برم دفتر کارم من عادت کردم دوشنبه با تیم ریال استیتم میتینگ داشته باشم سعی کن اگر یه کاری رو میخوای انجام بدی اگر برات سخته به صورت عادتوار به،, وجود بیاری و خودتو نکته بعدی که میخوام بدم بگم اینه که سعی کنی خودتو موتیویتد نگه داری یعنی چی خودتو لحاظ ذهنی انگیزش کافی به خودت بدی که همیشه در حال انگیزه گرفتن باشی چطوری چند تا راه متفاوت وجود داره که تو به خودت انگیزه بدی که این نکته پنجمه و نکته آخریه که میخوام بهتون تو این ویدیو توضیح بدم مثلا اینه که بشینی برای خودت فکر بکنی و خیال روزی که موفقی رو بکنی خیال روزی که همه این چارت مرحله اولی که بهتون گفتم و انجام دادی حالا به اون موفقیت که تو ذهنت بوده رسیدی داری بهش فکر میکنی بهش میگم ویژوالایز بکنی بشینی صحنه سازی بکنی و خودتو تو اون موفقیت ببینی موفقیت برای هر کسی یه چیزیه مثلا من از پول در آوردن شاید هدفم این باشه که یه روزی بتونم توی هواپیما بشینم و مثلا با برادرم و خانواده‌ام غذا بخوریم از یه کشوری به یه کشور دیگه سفر بکنیم بریم لبه ساحل هر کاری که می‌خوایم بکنیم این چیزی که مثلا توی ذهن من یه آرامش زیادیه که میتونه به وجود بیاره مثلا پول و آه آه کار برای خانواده‌ام و خودم درسته حالا من اینو میام میشینم توی ذهنم برنامه‌ریزی می‌کنم و تصور می‌کنم الان اگه تو هواپیما بودم چه اتفاقی میافتاد چقدر حس خوبیه این حس که تو اینجا نشستم در کنار خونه همه دارن لذت میبرن همه دارن از این موفقیتی که به وجود اومده لذت میبرن هر کسی داره کار خودش رو میکنه هر کسی خوشحاله میدونی هر کسی از این که داره میریم سفر خوشحاله این میشه یه چیزی که تو ذهن ساختی و به تو انگیزه میده حالا یعنی خودت با ذهن خودت انگیزه ساختی و انگیزه گرفتی از کار خودت درسته دومی چیه دومی اینه که بیای به خودت جایزه بدی آقا خیلی مهمه اینه که میگم و شما برای کاری که میکنی باید به خودت جایزه بدی نمیتونی فقط یا یک سال کار بکنی کار بکنی کار بکنی موفقیت های متفاوتی رو بگیری ولی هیچ جایزه ای به خودت ندی جایزه حالا هر چیزی میتونه باشه میتونی یه سفر کاری درست باشه میگم سفر کاری سفر تفریحی درست باشه جایزه یه لباس جدید واسه خودت باشه مثلا من خودکار دوست دارم این خودکاری که می‌بینی مثلا من از بچگی دنبال خودکار بودم و خودکار جمع می‌کردم این خودکار جیمز دینه جیمز دین خواننده معروف که من خودکارش رو گرفتم خب دوست داشتم مثلا این خودکار 1500 دلار بوده و بالاخره من نمیخواستم همینطوری برم واسه خودم 1500 دلار خودکار بگیرم خب ولی وقتی که یک امتحانی داشتم امتحانو دادم قبول شدم رفتم واسه خودم اینو گرفتم درسته اومدم واسه خودم جایزه گذاشتم و بعد از اینکه به اون چیزی که میخواستم رسیدم جایزه رو برای خودم گرفتم درسته واسه همین خیلی مهمه که تو بیای به خودت جایزه بدی و خاطر که انگیزه بسازی که همیشه بتونی ساعت هفت صبح بیدار بشی همیشه بتونی به برنامه که ریختی برسی خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو دیدین سال نو ایرانی براتون مبارک باشه خیلی دوست داشتم میتونستم ببینمتون باهاتون صحبت بکنم بیام ایران یا ترکیه دبی یا هر جایی که میتونم ببینمتون ولی دیگه حالا متاسفانه الان اینطوریه یه برنامه خیلی باحال میخوام بزن من برای کسانی که توی ونکوور هستن که یک ایونتیه که در اسرع من 100 نفر رو میخوام دعوت بکنم از کسانی که حالا یوتیوب ها میبینن از کسانی که دوست دارن منو ببینن دوست دارن از هم دیگه یاد بگیریم اگر دوست داشتین کامنت بذارین این زیر کسانی که ونکوور هستن کسانی که کانادا هستن میخوام بیان ونکوور برای این ایونت حتما بذارین خیلی دوست دارم ببینم که دوست دارم بیان و اینکه اگر این ویدیو رو میبینی به خاطر اینکه من میبینم ویدیو ها مثلا 15000 تا ویو میخوره یا 400 تا لایک میخوره میدونم یوتیوب پاک میکنه واسه اینکه دوست دارم بدونم دقیقا چند نفر ویدیوهای منو میبینن لطفا کامنت بذار و کانالم سابسکرایب بکن دمتون گرم امیدوارم که این برنامه بهتون کمک کرده باشه که بتونید و کمک بکنه تا بتونین به اهدافتون برسیم به خاطر اینکه یه چیزی رو دلی بگم واقعا وقتی که مهمترین چیز برای من و وقتی که به یه موفقیتی میرسی و اطرافیانت میتونن از اون لذت ببرن و خودت میتونی از اون لذت ببری میتونی خونوادت کمک بکنی میتونی زندگی خونوادت رو عوض بکنی هر جایی که وارد میشی احترام بهت میذارن شخصیت سازی میکنی برای خودت این هیچ چیزی تو دنیا نمیتونه جای اینو بگیره هر چقدر پول داشته باشی نمیتونی شخصیت بسازی میدونی ولی این اهداف واسه خودت گذاشتن برنامه ریزی واسه خودت ری... کردن پارتی ها رو کنار گذاشتن مشروب خوردن های کنار گذاشتن اینا رو بذار کنار یک سال اصلا شیش ماه به من قول بده که میخوای هدفاتو بهش برسی چه ساختن بیزنس جدیدی باشه چه ساختن یه بدن جدیدی باشه چه ساختن یه رابطه جدیدی باشه چه یاد گرفتن یه حرفه جدیدی باشه هر چی که هستش خواهش میکنم از از 6 ماه روی زمان بذار با من در ارتباط باش به من پیغام بده به من آپدیت بده بگو به اینجا رسیدم من همه پیغامات رو میخونم و بعضیا میتونم جواب بدم بعضیا میرسم میخونم بعضیا رو می همه رو ولی سعی میکنم ببینم واسه با من در ارتباط باش و همین میخوام بگم خیلی دوستتون دارم سال خیلی خوبی رو با هم دیگه داشتیم و ممنونم که منو قادر دونستین که در خانواده بزرگتون راه بدین خیلی با من پیغام میدم میگم پوریا تو عضوی از خانواده ما شدی پوریا ما هر روز رو میبینیم پوریا ما تو خیلی چیزا یاد میگیریم میخواستم بگم ممنونتونم مرسی که اینقدر لطف دارین به من و امیدوارم که بتونم ببینمتون و این آه... کارایی که در قبال ویدیوهایی که من میسازم برام انجام میدیم براتون جبران کنم فعلا تا برنامه بعد